به نام خداوند یکتا سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. خدا کنه همیتان جور و سرحال باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. دوست عزیز، طبق برنامه های روزمره ما امروز آمدیم در یکی از کلب های رزمی که در کابل قرار دارد و جناب استادم امرای ما هست. دیگه آدرس دقیقشان و خود کلب تمرین چی دیجا شاگرد عزیز میکنند از جناب استاد میپرسیم. دوست عزیز برنامه ما را دنبال بکنه. سلام علیکم استاد، چیال دارین؟ خوب هستین؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ صدمن جان تانجور، خوش آمدین به پاور جیم وی آی پی پیروزی. قدمایتان سر دیده به زحمت شدین. تشکر جان و سپاس از برنامه مقبولتان. دیگه لطف کردین، یاد از ما کردین. خوش باشین. خواهش میکنم استاد، بسیار خوش شدیم، خوش هستیم که با شما هستیم. استاد پیش از همه اول خود اگر به دوستان معرفی بکنه، اگر چه زیادتر دوستا با چهره تان آشنا هستن، باز هم اگر خود معرفی بکنیم بهتر است. به نام عبدالله محمد قاسم رحیمی هستم، یک تن از ورزشکان رشته MMA یا میکس مارشال آرت فری فایت. زبان آمدری مردم و شما بلدیت داره. رشته مبارزات آزاد تمرین میتم. مدت 7 سال میشه که وایس ترینر هستم در شهر کابل کوچ سنگی. دیگه مدت 14 سال میشه که عضویت تیم ملی جودو را داشتم. باز مدت 7 سال میشه که وایس ترینر خدمت میکنیم به نسل جوان افغانستان. تشکر استاد ای که هموطنا را اوقدر شما هم راشون کوشش میکنین، ما هم شنیدیم به خاطر می آمدیم دیجا پیش شما مزایم وقتتان هم میشیم. استاد چطور شد که علاقه به ای گرفتین؟ به ای تمرین ها زیاد است، چطور به ای علاقه گرفتین؟ اصلا رشته خودم که اشتاک در تیم ملی که بودم رشته جدو را تمرین میکردم. مدت 6 سال عضویت تیم ملی را داشتم. بنا به ای که این رشته مختلط که اشتاک تهداب گذار و بنیاد گذاره از این رشته که هستک، امی رشته جدو، سامبو، کامبت سامبو است که متشکل از سه شیوا و سبک می باشد که بسیار مچ 99% میکنه که در رشته فری فایت مچ میکنه و بسیار کارآمد هستک. امی تکنیکا و تکتیکا و پرتابا و سمنشانایی که استفاده میکنیم ما دیگه کارآمدش زیادتر است و ای چنانی که از نامش معلوم است این رشته MMA یا میکس مارشال آرت نیازی است که یک ترینر، یک قهرمان بلدیت کامل از چند رشته مثلا بوکس، کیک بوکسینگ، استند فایت، گراوند گیم اینا برخوردار باشه. دیگه بنان چیزی که در وجود خود حس میکرده خواستیم که امورم با نسل جوان افغانستان که میبینین که اینا بنیاد یا آینده ساز یک کشور هستن، چیزی که در وسط توان ماست خواستیم که امور در اجتماع تقدیم کنیم به افغانیای خودم. البته بخیر باشین استاد، بسیار تشکر، معلومات خوب دادین. استاد خبر شدیم که شما خارج هم رفته بودین ولی پس به دل خود آمدین، به مو ذوق خود آمدین. چطور شد؟ چی سبب شد؟ رشته سازمان بین المللی UFC به تعداد 27 نفر اعضای تیم ملی افغانستانه که در رأس همین تیم ما بودیم که عازم کشور دبی شدیم که از اونجا قرار بود که بریم به امریکا. دیگه بنا به مشکلات و دیده که داشتیم از اون زاویه که توجه نمیشد در عرصه ورزشکار، مثلا در عرصه افغان بودن ما، دیگه بنان او شوق علاقه که داشتیم به اون مشتاق گرفتیم و خیال و خیالات او یک چیز دیگه بود. وطن وطن است، شاگردایم کلاب و عزتم و وقارم که در این وطن بود در اونجا نیافتم او را. بنان همین چیز باعث شد که دوباره بیایم و مصدر خدمت به نسل جوان خود شوم و به افغانستان خود افتخار کسب کنم. از این به بعدش هم انشاءالله. تشکر استاد، خداوند دیگه هم زندگیتون برکت باشه. نمی خدمت برای هموطنا میکنین، همین هر چیز است. یک استاد با احساس است که ما خودمون شنیدیم دوست عزیز استاد خارج هم رفته بود ولی پس اومدن استاد به خاطر اینکه خدمت به وطن بکنن. استاد خداوند دیگه هم توفیق بده براتون. چقدر شاگردا فعلا دیجه تمرین میکنن؟ گفتم میتونین ما در روزای شنبه دوشنبه در کمپ پروفشنال VIP پیروزی هستیم که شما خودتان میدانید که در سطح کابل کوتی سنگی بالخصوص در مربوط نایه سی. در اینجا در روزای خود ما در تایم خود ما که هستک در سه تایم تمرین میکنیم. دیگه در حدود 100 الی 120 نفر شاگرد دارم الحمدلله.
استاد بانوان هم تمرین میکنن یا نه میکنن؟ چون زیادتر دوستای ما هموطنان همین سوال پیششان خلق میشن، دارن یا ندارن؟ بله، خوشبختانه بگویم در این شرایط فعلی با تمام قوانین و ریفرم اسلامی که الحمدلله کشور ما یک کشور اسلامی است، از مدیر و نگهبان کلاب گرفته تا ترینر و تا شاگردان، همه تایم مخصوص از 9 الی 1 بعد از ظهر بخشی است که مربوط بانوا میشه و متشکل از بانوا است، برای بانوا است که هیچ در او طبقه ذکور موجودیت نداره. مدیریت، نگهبانی، تمرین، چندین رشته تمرین میشه در بخش فتنس، بخش بوکسینگ، در بخش ام ام ای دیگه. الحمدلله کلش مربوط به طبقه اوناس میشه که یک چانس خوب است به خواهرای ما، کسایی که مشتاق و علاقمندی داره به کتنگ وزن، به فتنس، به دیگه به تمرینای رزمی. انشاءالله در همه اموراتش بانواست، مربوط به بانواست. چی پیشنهاد میکنی دیگه جوانات؟ پیشنهاد ما من حیث یک ورزشکار، من حیث یک طالب علم ورزش، امی است که اتفاق هم دیگر پذیری، از تعویض دوری کنن، از جنگ و جدل. الحمدلله کشور رو به بهبودی است، رو به ترقی است و نیاز اشد داره در عرصه علم و دانش یک وقت معین خود مختص کنن به ورزش، از مخدرات دوری کنن. بزرگترین عامل بدبختی که فعلا بیش از 3 میلیارد افغان ما بیچاره است، آواره است، از خانه، از فامیل، از اولاد، از مادر و از پدر جدا است، همی کسایی هست که رو آوردن به مخدرات. دیگه توجه جدی کنن در عرصه ورزش و ورزش کردن و ورزش را دوست بدارن. بلان قراره که طبابت تشخیص کرده یک روز ورزش 4 روز عمره افزون میکنه، زیادتر میکنه. یک روز نکردن ورزش 4 روز عمره کم میکنه. دیگه امین پیشنهادم است که رو بیارن به ورزش، ولو که هر رشته باشه. جناب استاد، زیاد وقتتان هم نگیریم، کی تشویقتان میکنه و کی تشویقتان از اول کرد؟ افتخاراتی که کسب کردیم تشویق مردم ما و فقیر بودن مردم ما و زمانی که قهرمانی آوردم، امو روحیه دهنده امو همه مردم ما بود که زمانی که تقریبا 3-4 مسابقه خارجی که کردم و زمانی که حضور پیدا کردم دوباره به کشور خود، او تشویقی که از فامیل، از قوم و خیش و اقارب و دوستا دیدم، یعنی باور بکنین هر نوع کار کسب به بده ورزش ما باور که گذاشتیم و تمرین خود قضا نکردیم، مثل یک واجبه دانسته میشه. روان توفیق دیگه به تبرتان. استاد، الگوی زندگیتان کی است؟ کی را الگو قرار دادین خودتان؟ الگوی ورزشی ما البته نصرت اخبارست، یک تن از افتخارات افغانستان است که مقیم در خارج است و همیشه قهرمانی های آورده به نام افغانستان و اجرا کرده به نام بیرق افغانستان و یگانه الگوی مکس نصرت اخبارست است که یک تن از فایترهای UFC می باشه و الحمدلله فیلحال هم فعالیت دارد، یک قهرمان جهانی است و افتخار میکنم که یک افغان است و الگوی ما فعلا امو است. تکتیکایم، تکنیکایم، همه و همه چیزی که فعلا تعقیب دارم در لابلای برنامه خود زیادتر کار کرد، استفاده ما از نصرت جان اخبارست است در سطح لابزنی و در سطح سبنیشن و پهلوانی و گراونگیم و سبنیشن و پرتابای ما، زیادتر برنامه از امور خودم تطبیق میکنم و تعقیبشون میکنم. خوب استاد، الحمدلله خداوند دیگه هم توفیق بده. استاد گپای خوبه براتان گفتن. دوست عزیز، شما خودتان هم دیجه بیاین دیدن بکنین. استاد، اگر به طور مشخص همی آدرستان بگوین کدام قسمت از زیادتر هموطنان و دوستای ما میاین دیجه که باز بیاین به شما تشریف بیارن؟ خوشبختانه VIP پیروزی که است تک چندین برنج داره. فعلا ما که موقعیت داره، ما خودت برنج کوچسنگی سنترال برنج است، برنج مرکزی است یا نمایندگی مرکزی می باشه که با داشتن هر نوع لوازم ورزشی، جکوزی، آبازی، بخش فتنس، بخش بانوان، بخش MMA، کانفوتوا، بوکسینگ، جمناستیک در کوچسنگی نای 3 چارای دیبوری است، دیبوری سنتر منزل 3 همه روزه در خدمت هموطنهای عزیز ما می باشیم. بخیر باشین استاد، بسیار تشکر، وقتتان گرفتیم. خداوند دیگم توفیق بده براتان. بخیر باشین استاد، خوش شدیم. تشکر از شما، لطف کردین که بر ما وقت دادین و از ما احوالپرسی کردین. یک دنیا سپاس، تشکر. بخیر باشین استاد.
حبیب الله. بسیار خوب. حبیب الله جان چقدر وقت میشه تمرین میکنی؟ یک سال. یک سال میشه. چطور این رشته را انتخاب کردی؟ شوقت است؟ بله. خیلی خوب. در کنار از این مکتب خوب میخونی؟ بله. شاب است. بسیار خوب. در مسابقات اشتراک کردی یا نکردی؟ بله. در چند مسابقه؟ در دو مسابقه. شاب است. باز قهرمانی هم از آن خود کردی یا نکردی؟ بله دو قهرمانی کردیم و نه باغ دارم. شاب است. بسیار خوب. مکتب صنف چند است؟ صنف 5. دیگه همسنایت باید چیکار کنه؟ ورزش بکنه یا نکنه؟ کنه. ابراهیم. شاباس. ابراهیم جان چقدر وقت میشه تمرین میکنی؟ 3 سال. 3 سال میشه. شاباس. چند ساله هستی؟ 7 ساله. 7 ساله. مکتب هم میخونی؟ نه. شاباس. صنف چند هستی مکتب؟ صنف 2. چطور است تمرینت؟ خوب است یا نه؟ خوب است. هر روز تمرین میای یا یک روز بعد میای؟ نه یک روز بعد. چطور است استاد سرت کار میکنه؟ نمیکنه. شاباس. در مسابقات اشتراک کردی؟ مسابقه رفتی کدام؟ نه. چند مسابقه رفتی یادت هست؟ 4 مسابقه داریم. 4 مسابقه. شاباس. باز مسابقه را باختی یا بردی؟ یک شب باختم، 3 تا شب بردم. شاباس. بسیار خوب. کامیاب باشیم. برای همسنایت یا دوستایت چیز گفتنی داری؟ نه خیر. اونا ورزش بکنه یا نکنه؟ میکنه. شاباس. شاباس. آفرین. آفرین. خوب هستین. بخیر جان تانجور. بخیر باشین. میشه ببینین دا خود معرفی بکنین؟ بله. اسمم عرفان است. مدت 4 سال میشه که تمرین میکنم رشته فری فایت و پهلوانی که 5 مسابقه کردیم و هر 5ش پیروز شدیم و دیگه چی؟ بخیر باشین. چطور کی تشویقتان کرد به این ورزش؟ مرا پدر جانم تشویق کرد که باید تمرین بکنم و درس بخونم در کنار تمرین و از طریق فامیل جاف تشویق میشد به خاطر تمرین. خداوند دیگه هم توفیق بده براتون و همچنان به فامیلتان. مکتب خو ان شاء الله میخوانی؟ صنف چند هستی؟ بله مکتب میخونم صنف 12 هستم. موفق باشی، کامیاب باشی. چیزی پیشنهاد برای بیننده ها دارین؟ بله برای بیننده ها چی داریم که بیان با ورزش کنن، در بیرون نگردن، درس بخونن، دیگه چیز نداریم. سلام و درود. سلام ده خاستی. علیکم سلام. خیر خلاص من کلب تو ام ام کلب تو خیر خلاص قرار در توای مهله د چورو جوړ بو وسه. خوشاله وسه من نه خدای امکان بیا بلره. لیدون کو تکید شپ ځان معرفي کړی. نوم مه هدایت الله د لوګر ولایت محمد غول سوالي څخه ما یو ته نیمه مې کارون څخه. ډیر ښه. څومره وخت کې دلته تمرین کوي؟ تقریبا سکم یو کال کې دلته تمرین کوم. استاد قاسم سره. ډیر ښه. څنګه راضی یې تمرین هم ښه راکړه؟ بالکل سلف شه راضی هم ځکه چې سم سره ډیر خواري کوي له هر نگانه او مونږ ته راضی او وس مونږ ترازی او خپل تمرین کو سره یو. خدای دې نور توفیق هم درکړي، کامیاب اوسئ. دلته تاسو چرزی په دې پڅنګ کې تمرین خوم کوي، دې پڅنګ کې نور مسؤلیت هم لري. اوسه محصول ما پنتنوایم په خاتمونه بین پنتن کې پنتنوایم هو. خدای هم کامیاب. دوست عزیز هم پنتونه میخوان و هم تمرین میکنن. خداوند دیگه هم توفیق بده براشون. ښه نور لیدون که ته څه ویل لرئ؟ ویل غواړم چې ما مسابقې مخکې دي او کوشش مې زارې چې نور مسابقې دي نو ځانه دا خواهش کوم چې مونږ د دوو کې ځکه چې زمونږ آینده د دوو په الله په لاس کې ده او مونږ غواړو چې دوستان مونږ سره دوه کړي مونږ سره همکاري وکړي ترڅو مونږ خپل مسابقې وکړو او وګټو انشاءالله. ویل دا لرم چې ځوانان باید له نشه یي توکو څخه جدا مخنیوی وکړي ځکه چې صحت ته او ځکه په بل خصوصیت په نگان سره د عمر د کمېدلو وجه نه هم ګرځي چې داسې په دې هیله چې نور له مخنیوی وکړي له دغه مقدر څخه او په سم کې تمرین هم چنان روزانه تمرین وکړي. من خوشحاله وسه. خدایم کامیاب لره. دوست عزیز خدا کنم به برنامه امروزی ما مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگه شما را بلای پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. خدا یار و مددگارتان.